بانم یاد خدا با عرض سلام بیننده های عزیز با مهمترین رویدادهای خبری امروز از تلویزیون بامیان خوش آمدید. در نخست سرخط اخبار، بازداشت یک تن از عاملان انفجارهای بامیان، جان باختن دو کودک در انفجار ماین در دایکندی، داستان کلبیگویت در یک سال گذشته و بیش از 22,000 پرونده یا جرمی رسیدگی شده است، و افغانستان 12 کشور فاسد جهان. مشروع اخبار، ریاست عمومی امنیت ملی اعلام کرده است که نیروهای این ریاست در جریان یک عملیات یک تن از عاملان انفجارهای بامیان را بازداشت کرده است. این ریاست روز پنجشنبه 9 دل با نشر خبرنامه از این شخص عارف حسین نام برد و گفت که او عضو گروه گلاب‌الدین مسئول گروه تروریستی طالبان در ولایت بامیان بوده است. با گفته ریاست عمومی امنیت ملی، عارف حسین مسئول انتقال ماین‌های چسبکی و مواد انفجاری این گروه در ولایت بامیان بود که در آخرین مورد چندین حلقه ماین چسبکی و بشکه‌ای را در این ولایت انتقال داده است. با گفته این ریاست، دیگر اعضای این گروه ماین‌ها را در مارکت ولیعصر و شفاخانه سرک نو ولایت بامیان جاسازی کرده بودند. در ویدیویی که امنیت ملی نشر کرده است، دست داشتنش را در انفجارهای بامیان تایید میکند و میگوید که در نخست توسط گلاب‌الدین استخدام شده و سپس موادهای انفجاری را به داخل شهر بامیان انتقال داده است. گفتنی است که در چهارم قوس در شهر بامیان چندین انفجار رخ داد که در نتیجه آن دست کم 20 تن جان باختند و نزدیک به 60 تن دیگر زخمی شدند. پیش از این نیز پلیس 6 تن را به اتهام دست داشتن در این انفجارها بازداشت کرده بودند. عارف حسین هستم از ولایت بامیان، به سوالی سیغان قریه غروه و فعلا باشنده مرکز بامیان. یک دو ما دوینی ما پیش از این گرفتاری ما کسی به نام گلاب‌الدین مرا جذب کرد که در گروه طالبا بیاد، در گروه امارات ما گفتم سیست مین. و بعد از اینکه قد از چشنو پیش از انفجارهای بامیان یک 8 روز یا 9 روز پیشش دم زنگ زد، گفت کسی به نام عبدالولی میاد، دو حلقه ماین است، گفت امرا تسلیم شو و تا شش پول انتقال بدیم. ما گفتم سیست همین دو حلقه ماین همین قدری علای دلای داخل پلاستیک کردگی و دو پلاستیکش داخل یک دانه خلطه کردگی، ما تسلیم شدم از عبدالولی و حرکت کردم بردم تا شش پول رساندم. در حدود یا 8 روز بعد امیترا باز زنگ زد، گفت که کسی به نام مهدی و شکر گفت ماینای بشکهی را میره از دوای مغزرین از یاولق تسلیم میشه و داخل یک تونیس هست، گرفته میاره تا در بازار دن قندگا و بازار دن قندگ تو قدیشان کمک کو تا شش پول. ما گفتم سعید رفتم مادی و شکر است و یک موتر تونیس است، داخلش یک بوجی است، داخل می بوجی ماینای بشکه است. گفت قد از اینا گاتسیم رفتیم تو بازار شش پول تا می پسته شش پول تیر شدیم. در صبحش بعد چاشت یا دیگه صبحش گلاب‌الدین زنگ زد، گفت که چی رقم گپ است، این تو انفجارای با میان چه رقم شد، انفجار داده شد. ما همین بچا قصه میکرد، در صبحش قصه کرد بچا که چی انفجار شده در بامیان، یک انفجار در سرک نو شده و دیگه هم داخل رودروی ولی اثر. مقام های محلی دایکندی تایید میکند که در نتیجه انفجار یک ماین در ساحه سدمنی ولسوالی کیژان ولایت دو کودک کشته شدند. محمد علی اورزگانی معاون مالی و اداری والی دایکندی میگوید که این رویداد پس از چاشت روز پنجشنبه 9 دل رخ داده است. با گفته او در نتیجه انفجار ماین از پیش کارگزار شده یا طالبان در فاصله 600 متری یک پاسگاه نیروهای امنیتی در ساحه سدمنی ولسوالی کیژان دایکندی دو کودک که سرگرم چراندن معاشیشان بوده کشته شدند. آقای اورزگانی میگوید که این کودکان میان 10 تا 14 سال دارند. بر بنیاد گفته های مقام های محلی دایکندی، برخی افراد نفوذ طالبان زمینه را برای کارگزاری ماین های این گروه فراهم می کنند. کیژان از ولسوالی های ناامن دایکندی است که طالبان هر از گاه با راه اندازی عملیات های نظامی و جاسازی ماین های کنار جاده‌ای از نظامیان و غیر نظامیان قربانی می گیرند. طالبان هنوز در این باره چیزی نگفتند.
فرید حمیدی دادستان کل میگوید که در سال مالی 1399 به بیش از 22,000 پرونده جرمی رسیدگی شده است. آقای حمیدی که روز پنجشنبه نهم دل در برنامه حسابدهی دولت به ملت سخن میزد گفت که در سال مالی 1399 به گونه مجموعی بیش از 40,000 پرونده در دادستان کل ثبت شده است و افزود از این میان 266 پرونده مربوط به جرایم سنگین فساد اداری، 1525 پرونده جرایم عادی فساد اداری، 2990 پرونده خشونت علیه زنان، 1348 پرونده یا تخلفات اطفال، 6359 پرونده جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، 487 پرونده اختطاف، 4318 پرونده جرایم مواد مخدر و مسکرات، 2464 پرونده جرایم نظامی، 22287 پرونده جرایم جنایی و 21 پرونده دیگر مربوط به خشونت ها علیه خبرنگاران می شود. با گفته آقای حمیدی در نتیجه بررسی 1525 پرونده جرایم عادی فساد اداری با عنوان جرایم نقدی قابل رد و جبران خسارت قابل مصادره دانسته شده که از این میان 8,264,097 افغانی به حساب دولت وارد شده است و افزود که محاکم همچنان بر مصادره 93,550 دلار آمریکایی حکم صادر کرده که از این مبلغ 42,339 دلار به خزانه دولت وارد شده است. با خبر اخیرین که سازمان شفافیت بین المللی اعلام کرده که افغانستان 12 کشور فاسد در جهان است. در گزارش سالانه این سازمان که روز پنجشنبه نهم دل در مورد فساد در 179 کشور جهان به شمول افغانستان منتشر شده آمده است که افغانستان در جریان سال 2020 میلادی با کسب 19 امتیاز از 100 امتیاز در جایگاه 165 قرار گرفته است. بر بنیاد این گزارش افغانستان پس از کشورهای هایتی، کانگو، کره شمالی، لیبیا، نه سودان و ونزوئلا، یمن، سوریه، سودان جنوبی و سومالی فاسدترین کشور جهان شناخته شده است. در گزارش سالانه سازمان شفافیت بین المللی همچنان تاکید شده که افغانستان از سال 2012 میلادی به این سو 11 امتیاز در مبارزه با فساد پیشرفت داشته است. این سازمان گفته که افغانستان یکی از کشورهایی است که در مبارزه با فساد به گونه‌ای قابل ملاحظه پیشرفت داشته است. در سال 2019 میلادی افغانستان با کسب 16 امتیاز در جایگاه 173 قرار گرفته بود. همین گونه در سال 2018 نیز افغانستان 16 امتیاز و در سال 2017 میلادی 15 امتیاز از 100 امتیاز کسب کرده بود. سازمان شفافیت بین المللی یک سازمان غیر دولتی است که در سال 1393 میلادی تأسیس شده و دفتر اصلی آن در شهر برلین پایتخت آلمان قرار دارد. هدف این سازمان که در حدود 100 کشور نمایندگی دارد تلاش برای مبارزه با فساد و افزایش آگاهی در مورد آن است. این سازمان به طور سالانه اقدام به انتشار شاخص ادراک فساد می کند، سنجش فساد و استفاده از شاخص های نظیر فساد اختلاس، رشوه‌گیری، خرید و فروش، پست های دولتی، رشوه پذیری، دستگاه قضایی، فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی در پیکار علیه مواد مخدر در است. تشکر و سپاس با سرویس خبری امروز که تقدیمتان شد. تا سرویس خبری دیگر، خدا نگهدار.